سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا آنلاین گیتی بعد از تقریبا یک هفته تست‌نت خوب به نام نیون نتورک اومده. یه شبکه جدیده که یه سری کار ساده و یک مینت NFT داره که این مینت NFT میشه گفت نشان وریفای برای ایردراپ آیندهشون هست. کارها رو با هم جلوتر انجام میدیم. خوشحال میشم همینجا ویدیو رو لایک کنید، کامنت و ساب و زنگوله چنلم یادتون نره. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، لینک ها رو به ترتیب براتون توی دیسکریپشن میذارم. کلیک میکنید و وارد صفحات مربوطه میشید. شما اول باید شبکه نیون رو اد کنید به متامسکتون. چیکار میکنید؟ وارد وبسایت دکس نیون لینک میشید که لینک اولی هستش. اینجا کلیک میکنید، وارد همچین صفحه میشید. روی کانکت والت کلیک میکنید، متامسک رو انتخاب میکنید. تایید میاد روی متامسکتون. حتما از سعی کنید کلن تستنت ها رو از مرورگر میزس استفاده کنید که راحت تره. و اینکه ببینید روی بعدی به اتصال که کلیک کنید، ساب میکنید، دوباره روی کانکت کلیک میکنید، متامسک رو انتخاب میکنید. تاییدی میاد روی متامسکتون. اینجا اپرو و سویس نتورک براتون میاد بالا. میبینید که نیون تستنت براتون شبکهش اومده. روی اپرو کلیک کنید، سویس نتورک رو کلیک میکنید و الان شبکه نیون برای شما اد شده. وارد متامسکتون میشید. ببینید که شبکه براتون اد شده. حالا برای انجام کارها نیاز به توکن تستی دارید. آدرس رو کپی میکنید، وارد وبسایت فاست میشید که اسمش نیون فاست هستش. براتون باز هم توی دیسکریپشن و دومین لینک هستش. روی جایگذاری یا پیست میزنید و اینجا تک وریفای کلیک میکنید. یه کپتا میاره براتون. این حالا نوار رو پایین رو میچشونید و به سمت این سایه میبرید که ساب بکنید براتون انجام بشه. ممکنه بعضی وقتا براتون تیکش اوکی نشه و سبز نشه، به حالت دسکتاپ یا رایانه در میارید. حالا روی ساب میت کلیک میکنید. اینجا گفته که برامون با موفقیت واریز شد اگه وارد ولتمون بشیم. البته گفته تا یک دقیقه احتمالا زمان ببره، ولی خب وارد ولتتون میشید. میبینید که 10 تکن نیون براتون واریز کرده. حالا وارد وبسایت بعدی که مربوط به مینت NFT هستش و یکی از قسمت‌های مهمه که شما باید انجام بدید میشیم. که وارد همچین صفحه میشید. بعدش ببینید اینجا روی کانکت والت کلیک میکنید، متامسک رو انتخاب میکنید. البته اینجا باید به حالت دسکتاپ در بیارید، چون ولت ها رو حالا ما خود سخت افزاریشو نداریم و ولت روی مرورگر رو داریم. که اینجا بالا روی کانکت والت کلیک میکنید. الان متامسک اومده، متامسک رو کلیک میکنید و اینجا روی بعدی به اتصال میزنید و تایید میشه. خب ولتمون کانکت شد. اینجا ببینید دوستان، شما یه دونه کافی نرید الان دو سه تا بگید، چون 5 تا داره. هر دونه NFT که بخواید مینت کنید 5 تا تکن نیون، حالا تی نیون ازتون میخواد. که خب یه دونه انتخاب شده هستش. اینجا روی مینت نو کلیک میکنید، تاییدیه میاد روی متامسکتون و روی تایید کلیک میکنید. در حال انجام تراکنش و مینت شد. میبینید بالا اومده بالا. خب حالا وارد وبسایت اول میشیم. اینجا من به حالت موبایلی در میارم که راحت تر باشه. روی کانکت کلیک میکنم، متامسک رو انتخاب میکنم و کانکت شد، چون بار اول کانکت کردیم. خب اینجا کل موجودی همون یا توکن همون رو میاره که روی نیون که کلیک کنید اینجا الان براتون لود میشن که چه توکن هایی هم بهتون داده جدا از نیون. خب میبینید که توکن های مختلفی بهمون داده و اینجا شما اول دو بخش داری، یه سواب داری، یه لیکویدیتی. اول سواب رو انجام میدید. برای مثال اینجا 4 تا داریم، یه دونه رو انتخاب میکنیم، پایینتش روی سلکت کلیک میکنید و میایم پایین. اینجا W نیون رو انتخاب میکنید. خب و روی سواب کلیک میکنید. یه تاییدی میاد روی متامسکتون. اینجا شما روی تایید کلیک میکنید. در حال انجام تراکنش میبینید که تراکنشمون انجام شد و حالا میریم سواب های دیگر رو انجام میدیم. برای مثال آواکس رو داریم، کلیک میکنیم، پایینش مثلا تبدیل به خب میتونید که BNB کنید و اینجا
0.5 رو 5 رو انتخاب میکنید و نمیشه انجام داد، حالا شد، یکم صبر میکنید و اینجا روی approve aux کلیک میکنید. یه تاییدیه میاد روی متامسکتون که باید اون مقداری که وارد کردید رو تایپ کنید. من نیم بودم که 0.5 و روی بعدی کلیک میکنم، approve رو میزنیم در حال انجام تاییدیه اولیه و اوکی شد. حالا روی swap میزنید، یه تاییدیه دیگه میاد روی متامسکتون. یه نکته داره که من توی همه ویدیوام بهتون میگم و حذف نمیکنم یا کات نمیکنم ویدیو رو، روی سواب که کلیک کنید ممکنه تاییدیه اثر نیاد و کانفرینس سواب ازتون بخواد، ولی ممکنه که کلیک کنید روی سواب چندین بار هم کلیک کنید براتون این کانفرینس سواب نیاد. این به خاطر مشکل نت هستش. من الان بعد 2-3 دقیقه این میذارم و الان دوباره اومده. روی کانفرینس سواب کلیک میکنید، حالا تاییدیه باید بیاد روی متامسکتون و روی تایید باید کلیک کنید، ساب میکنید، حالا تایید رو میزنید. در حال انجام تراکنش، تراکنشاش خیلی سریع انجام میشه. ببینید دوستان، دیگه به صورت ضرب در تور، مثلا الان آواکس و بی ان بی بود، دوباره میان یو اس دی تی، مثلا حالا میتونید آواکس رو تبدیل کنید، سواپ انجام بدید و این کارا رو انجام بدید به صورت ضرب در تور. سعی کنید که مثلا برای سواپ حداقل 10 تا تراکنش داشته باشید، که من این 10 تا رو انجام میدم. خب من 10 تا تراکنش رو انجام دادم و اینجا روی قسمت هیستوری میتونید ببینید و اینکه حالا الان صفحه دومش بوده. خب الان بخش سواپ رو انجام دادیم، حالا میریم سراغ بخش لیکویدیتی. کلیک میکنید و اینجا روی اد لیکویدیتی میزنید، جفت ارزا رو انتخاب میکنید، ارز اول مثلا همین نیون باشه و عرض دوم میتونه تتر باشه. انتخاب میکنید یک مقدار، برای مثال 0.1 و میایم پایین. اینجا روی approve USDT کلیک میکنید. الان ممکنه که این مقدار از شما بخواد. ببینید الان اینجا گفته که مقدار وارد کنید و از اونجایی که روند نبوده، حالا من اینا رو بهتون میگم، میتونم الان به صورت خلاصه بهتون بگم ولی میخوام انجامش بدید. خب اینو پاک میکنید، میاید عرض دوم رو ببینید. الان ما بالا عرض نیون رو انتخاب کردیم و اینجا عرض مثلا میاییم 0.1 رو انتخاب میکنیم. خب دیگه میبینید که این پایین یه عدد روند اینجا انتخاب کردیم، این پایین الان کلیک کنیم دیگه نیاز نیست 10 تا عدد رو وارد کنیم و اینجا وارد میکنیم 0.1 رو، 0.1 و روی بعدی اپروف کلیک میکنید. در حال انجام تراکنش اولی و اینجا الان باید روی ساپلای کلیک کنید، روی ساپلای میزنید، کانفرم ساپلای رو میزنید، تاییدی میاد روی متامسکتون و تایید میکنید. خب سعی کنید که یه جوری تراکنش داشته باشید که توی قسمت سواب یکم ارز باشه، یعنی برای مثلا ببینید برای ارز یکی از ارزها مثلا بالانسش صفر شده، یه جوری انجام بدید که نرمال باشه و مهم تراکنش، نه نمیدونم تعداد ارزی که شما انتقال میدید. خب ارز بعدی هم که میتونه مثلا الان اینجا کلیک میکنیم، ببینید اینجا مهمه، میتونه که برای مثال دبلیو نیون باشه یا توی این قسمت مثلا بین بی باشه. خب اینجا انتخاب میکنید، ببینیم برای مثال من الان 0.79 دارم، میام 0.1 رو انتخاب میکنم، پایین محاسبه میشه. اینجا روی approve venom کلیک کنید، approve اولی اوکی و چه شما باید انجامش بدید، 0.1 رو باید وارد کنیم. خیلی خوب 0.1 رو وارد میکنید و روی بعدی و approve کلیک میکنید. approve این در حال انجام. توی approve پایینی که مربوط به BNBه، ببینید الان کلیک کنید میبینید که حالا خیلی اعداد داره و روند نیست، عدد روندی نیست. شما چیکار میکنید؟ مثلا 2-0-2 هست، شما 2-0-21 میزنید برای مثال. خب اینجا روی approve BNB کلیک میکنیم، وارد
متامسک میشه. اگه بخواید پایین رو انتخاب کنید دوباره بالا روند نیست، پس باید این کار انجام بدید. خب 0 تا 2 0 مثلا 21 یه یکم مقدارش بالاتر از اون عدده، ولی خب انجام میشه کارتون. بخوایم کپی هم کنیم کپیش نمیشه دیگه، و اینم در حال انجام. حالا روی ساپلای کلیک میکنید و کانفرم ساپلای، یه تاییدیه میاد روی متامسکتون دیگه. حالا اینم انجام دادم که بهتون بگم اینجوریه، و شما باید حتما یک مقدار اضافه بزنید. کپی کنید نمیشه، نمیدونم چرا، احتمالا باگ خود شبکه است. و خب کاری که باید انجام بدید و سعی کنید ضرب در طور انتخاب کنید بیشتر از 10 تا 7 تا 8 تا باشن که تراکنش بالایی داشته باشید. من اینا رو انجام میدم لیکویدیتی ها رو. خب بعد اینکه لیکویدیتی هاتون رو انجام دادید، ببینید روی این قسمت سواب کلیک کنید، دوباره روی لیکویدیتی کلیک کنید، اینجا براتون لیکویدیتی هایی که انجام دادید میاد بالا. کارهایی که باید انجام میدادید رو انجام دادید، و حالا وارد سرور دیسکوردشون هم بشیم که اگه قرار باشه در آینده رولی بدن، که اون رول چون حالا میدونید دیگه، ولی خب رول ها خودشون میتونن یه ایردراپ جدا داشته باشن، یا ممکنه در ایردراپشون بگه شما باید این رول رو داشته باشید. پس سرور دیسکورد هم مهمه برای تستنت ها. خب اینجا روی اکسپت اینوایت کلیک میکنید، وارد سرور دیسکوردشون میشید. حالا اینجا شما باید که یکی از این ایموجی ها رو انتخاب کنید، چند تا رو میتونید انتخاب کنید، مشکلی نداره. و اینجا روی وریفای هم که کلیک کنید، فکر نکنم چیز خاصی دیگه باشه، روی وریفای میزنید. خب اینجا وریفای شما کامل شد، البته دکمه خاصی اضافه نشد، فقط گفته که اوکیه. و اینکه خب چیز خاص دیگه که بخوام بهتون بگم، روی جنرال هم که کلیک کنید، جنرال چت، ببینید اینجا میتونید که یک پیام ارسال کنید، مثلا های هاو آر یو گایز، و این میشه فعالیت خودش دیگه. چیز خاصی نداره که بخوام بهتون بگم، همین رول وریفای یوزر هم که داشته باشید خودش میتونه بالاخره آخرش ممکنه یکی از پلن هاشون باشه، یا مثلا این تاریخی که اینجا براتون آورده، مثلا گفته که 17 می ما جوین شدیم، مثلا ممکنه که آخرش بیان بگن کسانی که 17 می یا مثلا توی این تایم جوین شدن میتونن وارد شرایط ایردراپ دیسکوردشون هم بشن، ممکنه. و خب اطلاعات تکمیلی براتون توی کانال تلگرام میذارم، آپدیت ها هر چیزی که باشه توی کانال تلگرام، لینکش توی دیسکریپشنه، میتونید اونورم عضو بشید اگه دوست داشتید. چیز خاصی دیگه نمیمونه. دوستانم از ویدیو امروزمون، هر سوالی چیزی داشتید توی قسمت کامنت ها میتونید بپرسید، حتما میخونم جواب میدم. امیدوارم از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشید. موفق باشید، روزتون خوش.